چگونه یک ذهنیت قابل رشد، انکشاف و تغییر داشته باشیم؟ چرا بعضیا فکر میکنن که زندگی امی چیزی است که امیالی است و هیچ تغییری صورت گرفته نمیتونه؟ در دست خودت است. خودت تنها کسی هستی که میتونی زندگی رو تغییر بدی. میلاد اکبری هستم از چینل اکبری ایژوکیشن. خوش آمدین به چینل خودتان. و اما موضوع این ویدیو، آیا ذهن قابل تغییر است؟ آیا میتونیم ما مایندستی داشته باشیم به حیث یک انترپرنور که زندگی در دست خود ماست، در کنترل خود ماست و ما میتونیم زندگی رو رشد بدیم، ما میتونیم کنترل بالای زندگی خود داشته باشیم و باعث پیشرفت و تغییر در زندگی خود شیم؟ به دو اساس فعلا ذهنیت ها تقسیم شده. بعضی کسایی است که میگه زندگی یا ذهنیت ثابت دارن و زندگی ثابت است بدون کدام تغییر، و بعضی کسای دیگه است که ذهنیتی دارن که زندگی قابل انکشاف است، میتونیم ما رشد پیدا بکنیم. اما کسایی که فیکست مایندست دارن، کسایی است که میگه ما هیچ کنترلی بالای زندگی خود نداریم، هیچ اختیاری بالای زندگی خود نداریم و خود مختار نیستیم، کسایی هستن که میگه فقط تمام استعداد و اسکیل توسط تولد به یک نفر داده میشه و هیچ تالنت دیگه رشد نمیکنه ما، و ما نمیتونیم که یک تغییرات در زندگی خود به دست خود بیاریم و تالنت باید با تولد به آدم داده شوه. تمام چیزا غیر قابل تغییر است و هیچ چیزی را ما تغییر داده نمیتونیم، و کسایی هستن که بعد از سعی و تلاش و کوششی که انجام میتن، بعد از اینکه همراه بعضی سختی ها خواه مقابله بکنن یا نکنن، میان کوایت میکنن، میان تمام چیزا میگن It's enough for me، من دیگه توانایی پیش برد از این را ندارم، من نمیتونم این تغییر ایجاد کنم، و ناکام ختم میکنن کار خود و احساس ناکامی دارن. اما بعضی کسای دیگه در مقابل وجود دارن که میگن نه، این ذهنیت دارن که میتونن پیشرفت کنن، میتونن رو به ترقی برن. میگه اگر من درس بخونم، کار کنم، سعی و تلاش بکنم، میتونم به یک جای برسم، و یک دریم به ذهن خود دارن، آینده را فکر میکنن، تصور میکنن. اگر هر چیزی مثل بزنس، مثل نمیفهم کارمند عالی شدن در یک کمپانی خیلی عالی کار کردن، تمام زیر تصور میکنن، برش دانه به دانه نقشه‌ریزی میکنن و قوی بر از او کار میکنن. و کسی هستن که میگه ما کنترل بالای زندگی خود داریم و تمام زندگی ما، آینده ما به کنترل خود ماست و ما خود مختار هستیم. ما میتونیم تغییر بکنیم، ما میتونیم یاد بگیریم و ما میتونیم پیشرفت بکنیم، سعی و تلاش بکنیم و با آینده‌ای که میخوایم نزدیک شویم. و به خاطر امی امیدواری که در یا وجود داره، به خاطر امی قوت و روبر رشد بودنی که در یا وجود داره، یا هیچ وقتی شکست قبول نمیکنن. حتی اگر شکستی را قبول بکنن، فکر میکنن یک درس است. حتی اگر چالنجی روبروی از یا بیاید، او چلنج کراس میکنن، سعی و تلاش میکنن، شکست قبول نمیکنن و از او چلنج میگذرن و میرن به طرف استپ بعدی و پیشرفت میداشته باشن و به طرف چیزی که یک روزی فقط خوابش دیده بودن، هدف تعیینش کرده بودن میرسن. چقدر بازیکنای فوتبال وجود دارن که شما اگر تصویر خورترکیاشون رو ببینین یا قصه زندگیشان را بخوانین، از کجا شروع کردن و چه قسم پیش رفتن. فیلمی را برای شما ریکامند میکنم، گل 1، 2، و 3 وجود داره. شما او را برند ببینین، فیلم انگلیسی است، او را ببینین، ببینین که از کجا چه رقم دریم داشت و به کجا رسید، و به مثل از او خیلی های دیگه. اما چی بکنیم که ما مایندست متفاوت داشته باشیم و بتانیم اعتقاد پیدا بکنیم؟ چرا این تغییرات وقتی که شما آرام بشینین هیچ چیزی تغییر نمیخوره و مایندست فیکست مایندست شما رشد میکنه و استک میمانین؟ ولی چه کاری بکنین که این مایندست حتی تغییر بخوره، رفتار و کردار زندگیتان تغییر بخوره؟ در 3 راهکار ساده. اولی که بلیف، عقیده، اعتماد که تمام کار کرده شما
مهم است در زندگیتان. هر عمل شما باعث تغییرات خرد و کلان و متداوم در زندگیتان میشه و بیانی را اندازه گیری کنین کجا بودین و در کجا هستین و برای چیزی که تا به حال به دست آوردین یا تغییراتی که آمده، تغییرات مثبتی که آمده شکرگزار باشین. دومین نقطه، بیاین سکیل جدید یاد بگیرین، هدف برتان بانین. خدا کنه خرد، خدا کنه یک موضوع خیلی عادی، یک پروگرام کامپیوتر، یک لسان جدید، یک حل سوالات ریاضی، یک کمیونیکیشن سکیل جدید، هر چیزی که به ذهنتان میگرده و علاقه مندی به او دارین، برین طرف از او یک سکیل جدید یاد بگیرین. یه سکیل جدید خیلی خیلی زیاد میتونه به شما کمک بکنه. چرا؟ ذهنیتتانه تو میشه که من مثلا نمیتونستم حتی یک کلمه انگلیسی را نوشته بکنم، سپیل یک تایشم صحیح نمیده، اما آلی من میتونم 10 کلمه را سپیلش را صحیح نوشته بکنم. این مایندست ایجاد میکنه که شما با کوشش و سعی و تلاشی که کردین باعث تغییر شدین، باعث تغییرات شدین و این تغییرات با سعی بیشتر شما امکان داره بیشتر و بیشتر شد. و مهمتر از او، آخرین نقطه، یادتان باشه حتی شکستی که در زندگی میخورین یک چیز نویست که یاد گرفتین، یک چیزی است که یاد گرفتین و شکست به این معنی نیست که ختم زندگی، درس نو، کمال نو، کار نو و ذهنیت نوی است که برای شما داده شده. یاد بگیرین که چه چیزای باعث این شکست شد تا دفعه بعد نمانین و چیزا باعث شکستان شود و همیشه رشد بکنین. جهان سپاس. یادتان نره چینل ما را سابسکرایب بکنین، نوتیفیکیشن بتن را بزنین و همراه دوستایتان شریک بسازین. تشکر.